گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است و 27 از ماه آگست سال 2012 میلادی. دوستان خواستن که تاریخ‌های ایرانی رو خدمت شما عرض بکنیم که از دفعه آینده امیدوارم تقویمم رو پیدا بکنم ببینم که چه روزی است در ایران. اما امروز 27 از ماه آگست، در روزهای دوشنبه، در واقع سخن ما حال هوای منطق عقلی داره، چون تا اونجا که به مغالطات مربوط هست، این مغالطات رو طی چند سال خدمت شما معرفی کردم. حالا در واقع در جای جای سخن اگه لازم باشد نام این مغالطات رو هم به کار میبریم. خیلی 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 مهم هستن این مغالطات. اینها در واقع بنیانگذار این کار، کسی که 13 مغالطه رو تشخیص داد، مرحوم ارسطو بود، قافل سالار معرفت. و بعد از عصر رنسانس به این سو باز از فرانسیس بیکن آغاز شده است با ارقانون جدید، چون میدونی کتاب منطق ارسطو ارقانون. حالا بگذاریم، اجازه فرمایید که یک غزل از خواجه حافظ بخوانم خدمت شما. ببینید همش اسلامی است، از ابتدا تا انتها دعوت به روزه و نماز و این کارا، حج و جهاد میکنه. ببینید، هاشا که من به موسم گل ترک می کنم، من لاف عقل میزنم این کار کی کنم. یعنی کسی که موسم گل ترک می بکنه آدم بیعقلی است. یعنی در واقع تقسیم بندی میکنه، ما 3 آخوندشناس داریم در یک حدود هستن به لحاظ زمانی، 2 تاش معاصر هستن، یکی قریب 80-90 سال قبل از اونهاست. اون 2 که معاصرن و آخوندشناسان تراز اول هستن، یکی مولانا عبید زاکانی است، یکی خواجه حافظ شیرازی، بله، یکی به زبان طنز، یکی به زبان سوبلیمی، به قول این فرنگی ها به زبان متعالی. اما قیامت کرده مولانا عبید زاکانی که فکر میکنم کتابش قدغن باشه. اینا آخوندشناس بودن. حالا علتش هم این هست که بعد از مغول این زور دین کم شد. مغول ها آدم های بودن بیابانی بدون تعصب دینی، تعصب به هیچ دینی نداشتن. یه مشی آسای چنگیزی بود برای اینا، یهودی و مسلمان و شیعه و سنی و اینها فرقی نمی کرد. این است که یه شکستی به این تاریکی آخوند افتاد و نقد دین، عرض می کنم که رایج شد به گونه اینه که حالا مستقیمن و اینها، اما در شعر و سخن و اینها. مثلا عبید زاکانی آدم حیرت میکنه چه شجاعت و دلاوری داشته این حرفایی که به دین زد و به آخوندها و اینها. بله، هاشا که من به موسم گل ترک می کنم، من لاف عقل می زنم این کار کی کنم. خیلی زیباست هایی که وزن ما صحیح و سالم باشه، این عقل رو باید بکشیم. خیلی مهم این عقل. هاشا که من به موسم گل ترک می کنم، من لاف عقل می کشم میزنم این کار کی کنم. مطرب کجاست تا همه محصول زهد و علم در کار بانگ بربط و آواز نی کنم. به به، از قیل و قال مدرسه حالی دلم گرفت، یک چند نیز خدمت معشوق و می کنم. کوپی که صبح تا گله های شب فراق با اون خجست طالع فرخنده پی کنم. کی بود در زمان وفا جام می بیار تا من حکایت جم و کاووس کی کنم. دلبستگی غریبی داره حافظ به این اساطیر ایرانی، اساطیر ملی ایرانی بسیار دوست داره حافظ. یک بارم نام رسول الله رو نبرده در تمام این کتاب، در تمام 500 غزل که شاهکار ادبیات جهان هست. یه علی ابن ابی طالبی، یه حبیب ابن مظاهری، یه حضرت رسول الله، آقا یه کسی، لا بالله.
اما جم، کاووس، رستم، افراسیاب، سیاووش اینا پیدا میکنه. سیاوخش خیلی زیباست واقعا، حظی دارد. بله، حالا نمیشد یک بود یه نام رسول الله را میبرد، یه اشاره مستقیمی به ضرورت شعری یه جای هست، ولی نام مستقیم نبرده. از این عرض میکنم که بنیانگذاران دین مطلقاً و ابداً. کی بود در سرود مجلس جمشید؟ گفتند این بود که جام باده بیاور که جم نخواهد. چقدر زیباست. در واقع اگر چنین بوده این بزرگ منشی جمشید رو ببینید. سرود مجلس جمشید گفتند این بود که جام باده بیاور که جم نخواهد ما. یعنی در حضور جمشید سرودی که میخوندن این بود که جام میل، یعنی که حتی جم جمشید هم پایدار نیست. و خیلی زیباست. چیزهاست در حافظ دوست عزیز. بله، کی بود در زمان وفا جام می بیار تا من حکایت جم و کاووس کی کنم از نامه سیاه. نترسم که روز هشت با فیض لطف او صد از این نامه طی کنم. این جان عاریت که به حافظ سپرد دوست، روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم. از غزلهای ناب حافظ شیراز. بله، خیلی خیلی حافظ شریف و بزرگوار هست. عرض می کنم که در باب این سمینار سان دیگو و دوست عزیز و محترم ما آقای فیروزی خیلی شایعات شده است و اینها. دیشب ایشون خیلی آمدن با کمال صداقت و با کمال بلاغت توضیح دادن که آقا فلانی نمی تواند حضور پیدا بکند در این سمینارها. حالا دوستان دیگری زنگ زدن، من فکر نمی کردم یک روزی مثلا آقای آل احمد به من زنگ بزنن و دکتر فاتحی زنگ بزنن و از من بخوان که شرکت کنم و نتوانم، و این باعث شرمندگی بسیار مخلص شد به خاطر که واقعا به نظر از روز وقتی برام میسر نیست و خودشون هم توضیح دادن دیشب. خب عرض شود که در باب مسائل قومی به خصوص آذربایجان دوست عزیز و نازنین من عرسی صاحب نظره، خیلی کار کرده. دیشب گفتم عرسی جان اجازه بده من تلفن تو رو اعلام کنم، بچه ها از بلوچستان، از کردستان، از آذربایجان، اقوام دیگر، عشایر، اینها مطالبی دارن که عام المنفعه هست و به درد مردم میخواد، با شما صحبت کنم. ایشون گفتن اشکالی ندارد. بنابراین من تلفن دوست گرامی رو خدمت شما اعلام میکنم دوبار. اگه قلم دستتون هست که یادداشت رو فرمایید بیتونید مستقیم با ایشون زنگ بزنید در باب قضایای قومی، چون خیلی اتفاقات دارد میفته در این ارتباط که مفصلا با شما در موقع مقتضی صحبت میکنید. تلفن ایشان هست 972 972 757 2700 972 752 757 2700. اگه خبری هست، داستانی هست، چیزی هست، مطلبی هست، بحثی هست، با ایشون در میان بگذاری. دوست عزیزی هم زنگ زدن به اصرار و به تأکید بسیار که آقا شما در باب مثلا آقا محمد خان از فضیلتاش میگید، از فضیلت‌های نادرشاه، کریم خان زن، اما از متأخرین از فضیلت‌هاشون شما چیزی نمی‌گویید. این رو در واقع یک نوعی غرض تشخیص دادن، چون اول اینکه بسیار با ادب صحبت می‌کردن، بندرم آموزگار خطاب می‌کردن که نهایت افتخار بنده بود که ایشون بگن شما آموزگار من هستید، من شاگرد شما هستم در درجات. و اینکه چرا از متأخرین از فضیلت‌هاشون میخوام شما منو بشناسی دوست عزیزم که زحمت کشیدی و وقت گذاشتی. ببینید تا زمانی که مردم بزرگ ایران جستجوگر عدالت
و قانون خواهی و حاکمیت ملت نبودند و از این خبرها در ایران نبود و هزاران هزار مرد و زن دلاور کشته نشده بودند و این همه کوشش های دلیرانه در ایران زمین نشده بود، ماجرا فرق کرد. از روزگاری سخن قانونمندی شد و مشروطه شد و حاکمیت ملت شد، من هیچ تعریف از هیچ دیکتاتوری هیچ فضیلتی نمیبینم. فضیلت فقط در قانون خواهی و حاکمیت ملت میبینم. ما بقی مع الفارقه، یک شاهی ارزش نداره کاری که کرد، اگه داشتن چیزی هیچی نداشته. چون کسی که حقوق ملت رو در نظر نگیره و حق ملت رو بخوره و به خودش منتسب کنه، حالا دو تا جاده بکشه، جاده خود مردم هم میکشن. آقا شما پول داشته باش، شما یه شخصی میگم نه دولت، پس من 5 میلیون دلار داشته باش، بگو آقا میخوام تونل بکنم از این همه کوها رو به هم بس کنم، میکن تراتش رو میام میکنم. اینا کاریست عزیزم، اینا چیزی نیست. بنابراین از زمانی که ملت خواهان قانونمندی شد و آمدن و این قوانین رو زیر پا گذاشتن، من اساسا هیچ فضیلتی نمیبینم. فضیلت در قانونمندی و حاکمیت ملی و در واقع عدالت و مساوات. حالا اگر ناصرالدین شاه قاجار یا آقا محمد خان، اون زمان از خبرها نبود، مردم انقلاب نکرده بودن، قانون هم ننوشته بودن، ملت کانستیتوشن نداشت، قانون اساسی نداشت، ملت نمایندگان نداشت، بنیادهای مشروطه نبود، روزنامه ها نبود، اگر کاری کردن اونها درود بر اونها. اما از زمانی که آمدن با این هزینه بسیار بسیار بالای در واقع که مربوط است به ضایعات انسانی و کوشش ها برای قانونمندی و برای حاکمیت ملت، و عرض می کنم که در واقع حاکمیت رو از شخص گرفتن، از مستبد گرفتن و حاکمیت رو به ملت دادن، اینها رعایت نشد و سیستم های استبدادی بسیار بدتر از محمد علی میرزا شد و اینها، بنده هیچ فضیلتی در اینا نمی بینم. هیچ موقع هم سخن از فضیلتی در باب اینا نخواهم که، چون نبوده. این است که تعجب نکنید، گمان نکنید بنده حساب خورده‌ای با کسی دارم. آقا ما میبایستی تا کمر در گل میبودیم آزاد میبودیم، تا کمر در گل میبودیم قانون داشتیم در مملکت، نه که با چماق و نمیدونم زور، با زور و چماق و اینها. با حیوانات هم دیگه با زور و چماق رفتار نمیشه. این است که امیدوارم جواب خودتون رو گرفته باشید از این سخن. اگر بندر من چنینم، دوست عزیز تو برو مصلحت خویش اندیش، این نه غرض نه مرض. وقتی کسی قانون مملکت رو زیر پا گذاشت، یاغیگری کرد، دیگه هیچ تعریفی در جنبه دیگه نداره که من تعریف بکنم ازش. بزرگان مملکت رو میکشن و قوانین مملکت رو زیر پا میذارن، اون جاده رو درد من یکی نمیخوره. عرض کردم در مصاحبه با آقای فروزنده که آقا من میرزاده عشقی میخوام، من تونل لازم ندارم، تونل خارجی هم میکنن، خودمون میکنیم، پول داریم، نفت داریم، میفروشیم، پولشو میگیریم. تونل کن زیاده در دنیا، او زیر دریای مانش رو تونل کندن. ما بوق رو از سر گشادش زدیم، یعنی این مستبدین بوق رو از سر گشادش زدن. و آخر چی شد؟ آخر هر عملی نتیجه کارش معلوم، آخرش به بی‌آبرویی و سقوط و بیچارگی ملت. یعنی حاصل عدم رعایت قانون و حق ملت سرانجام سقوط به این دره تباهی و سیاهی است که ملازم می‌فرماید. اگر مملکت قانونمند بود که این چیزها نمیشد که، اگر قوانینی بود و عدالتی بود چنان که پیشبینی شده بود در قانون مشروطه و حاکمیت مردم بود، این اتفاقات نمیافتاد که. آقا این است که ما نباستی که دیروز هم عرض کردم در یه مصاحبه، بیرون کنیم از کله من که این خوب بود یا اون خوب بود. اگر این بیاید آقا ما یه کسی میخوایم سبیلش این هوا یه گرزی بیاد، آقا اینا رو بدازیم دور. یک شاهی این سخن ارزش نداره اصلا در حیطه فکر، روشن فکری این حرف
حرف بسیار مهملی است. ما باید جستجوگر قانون باشیم. آقا قانون در مملکت بر همه چیز حکومت میکنه. قانون رو کی تولید میکنه؟ ملت تولید میکنه قانون رو، مجلس مقدس شورای ملی. شما به تاریخ نگاه کنید، همواره دست به دست میساییدیم که این دیکتاتور خیلی ظالمه، خدایا یه کاری بکن. سعدی فرمود منجنیق آه مظلومان به صبح، سخت گیرد ظالمان را در حصار. همیشه همین داستان بوده. و این سعدی فرزانه، آدم هم مثل سعدی مرتب می آمدن چه می کردن؟ این دیکتاتورها را از مرگ می ترساندن. شاید که این مهابت مرگ تعدیلی در کار این مستبدین انجام بشه. خیلی خوب، حالا یک کسی مثل هولاکو خان میمرد، مثل نادرشاه فوت میشد، نمیدونم مثل آل برسلان. خب در زمانی که آل برسلان بر مثلا مسند قدرت بوده، مملکت شکل فکریه آل برسلان بوده. زمانی که آقا محمد خان و قاجار حاکم بوده، مملکت شکل فکریه و اندیشه و آمال آقا محمد خان و قاجار بوده، چون قانون که نبوده که، یه آدم قانون بوده. زمانی که رضا شاه بر قدرت بوده، مملکت شکل فکریه او بوده. هیچ معیاری نبوده که مردم یک نواخت حس امنیت بکنن و مملکت دستای قانون پیشرفت بکنه. این هستی جستجوگر کله اینو سویل اونو اینا نباشیم، اینا گذشته. جستجوگر قانونمندی، قانون، آقا قانون که مجلس در واقع مقدس شورای ملی نمایندگان مردم متناسب با خواست مردم قوانین تولید میکنن و ما بس به قانونمندی عادت کنیم. قانون زیر سایه قانون، همه در زیر سایه قانون، از رئیس جمهور گرفته تا اون کسی که در بیابانها با دو بزغاله و یه بز و اینها زندگی میکنه، قانونی حاکم باشه. با یاغیگری مملکت ایران اداره شده. مملکت ما به جز 5-6 سال از روزگار قدیم تا جدید یاغیا در اصل یاغیا بوده. یاغی چه کسیست؟ یاغی به چه معنیست در اصل جدید؟ یاغی یعنی کسی که قانون رو زیر پا میذاره و مال مردم رو میخوره و در مال اینها دخل تصرف میکنه و جوابی به هیچ کس نمیده و دستگاه جاسوسی را میندازه و آدم ها را خفه میکنه و روزنامه ها را میبنده و حق حاکمیت را از ملت میگیره میره به خودش. اینا یاغی هست. دیروز عرض کردم یک کسی یه بوزی میدوزید در بلوچستان، میزد به کو، ژاندارما میمدن گفت آقا چه خبره، میخوام یاغی رو بگیریم. یاغی گریش یه بوزی بود، اما اون کسی یاغی بود که قانون اساسی مملکت رو زیر پا گذاشته بود. یاغی اون بود. دنبال دوز بزغاله بگشتن در بلوچستان. این است که خیلی خیلی شما تلفنتون خیلی موثر بود، خیلی هم اصرار ورزیده بودین، مثل که به حقانیت خودتون هم خیلی اطمینان داشتین. امیدوار هستم که به ریش پرخون حبیب ابن مظاهر که شما مطلب رو گرفته باشید و موضع مخلص حقیر فقیر کمتر قطمیر رو شما درک کرده باشید. شما دلیل پریشانی ما رو نمتوجه نیستید از کجاست. آقا این دلیل پریشانی ما از کجاست؟ چرا ما همیشه پریشانیم؟ چرا همیشه فراری هستیم؟ چرا همیشه میترسیم؟ چرا هیچ موقع حس امنیت نداریم؟ چرا همیشه به جان بچه هامون بیمناکیم؟ چرا ما اصلا وحشت زده ایم؟ بیمار شدیم اصلا؟ به جهت این که امنیت نیست. چرا امنیت نیست؟ چون قانون نیست. یاغیان حاکم هستن. امروز بزرگترین یاغی و طاغی همین علی خامنه ای و این سپاه پاسداران و این دسته چاقوکشان و دزدان و نامردان و نالوتیان. اگر مردی هست بین اینها، اگر مرد وطن دوستی هست بین اینها، درود بر او. با یاغیگری داره اداره میشه مملکت.
یه دم به شانس به مرگ طبیعی میمیرن. به شانس دیگه، حالا اگه شانسشون نزد، یه دوتا دستخط نوشتن، یه سخنی گفتن که یاغیا گرفتن بردن شکنجهشون کشتنشون، دیگه بدشانسیشه. حیات فیزیکی ما در این تورت به شانس بوده، شانس بوده، شانس اتفاق بوده. چیزی از ما شهروندان ایران سیانت و محافظت نکرده، وزیمون که قانون باشه. دیروز داشتم یک کتاب جدید آمده، داستان مرحوم جهان پهلوان تختی، دیدم اینو دولت نکشته، خودش کشته، اما شرایط خودکشیش رو فراهم کرد. همون داستان عبدالله مبهر، رابش ندن، در وزش راش ندن، حقوقش کم کنن. مرد شرافتمند بدهکار، این مردی در این حد شرافت و نجابتی که او بود نوشته چقدر بدهکار است، و دستش دراز کنه قرض کنه یه جهان پهلوان. بعدها یه روزنامه آمده خواسته یه بیوگرافی از نصیری به دست بده. نصیری بزرگ یقش رو گرفتن، اما مردی که تو میخوای تختی دیگه درست کنی، بذار کنار این مقالات راجع به اینا ننویس، تختی درست نکن برای ما، فضیلتی دارن اینا. دو شر بزرگ، این شر اسلام عزیز. و من داشتم فکر میکردم بیشتر، خواستم این اون چه از ذهن من گذشت با شما هموطن عزیزم در میون بگذار. ما چنگیز خان داریم، مثلا اسکندر مقدونی، اینا آمدن مملکت ما رو گرفتن، فیزیکی اسیر کردن، حکومت کردن، در اموال دخل تصرف کردن. خب این خیلی بده، خیلی زشت بوده البته، اما با رفتن اینها از میون رفته داستان. اون چیزی که ما رو نه تنها به لحاظ فیزیکی به بدبختی و اسارت واداشته و تحقیر کرده، ملت بزرگ ما رو و قلبهای ما رو هم اسیر کرده، فکریه ما رو هم اسیر کرده، این اسلام عزیز بوده. ما زندانی اسلام هستیم، برده اسلامی، بردگان هستیم ما، رفتارمون هم رفتار بردگان. حالا ما این فکری از کجا پیش آمد؟ حداقل 100 نفر به من زنگ زدن تا حالا، دور و نزدیک، آقا ما رو نجات دادی. من دفعه اول تکون خوردم، آقا چه چیز نجات؟ شبا دیگه راحت میخوابیم. بسیاری از شما زنگ زدید من گفتید، متوجه شدم از چه چیزی راحت شدی، از اون زنجیر ترس و وحشت این الله مدینه، اون عذابهای علیمش و پوست کندناش در همون جهنمی که خودش درست کرده. دستگاه اسارت، خوب دستگاه اسارته، اسارت فکره. هیچ فکریه روشنی نیامده از این زمینه، به جهتی که آدم اسیر که نمیتواند که موشکافی کند که افقهای دوردست معرفت رو ببینه، که یه تکالیفی داره انجام، صبح وضوشو بگیره، نماز بخونه، فلان دو لوراز بشه، بعد تسبیحش بندازه، نمیدونم دعای جوشن کبیر و جوشن صغیر رو، نمیدونم ماه رمضان رو، حج و جهاد کنم، چی وقتی پیدا نمیکنه آدم فکر کنه. فقط به این نمازم آدم نمیرسه، به فکر این نماز وقتی نداره دیگه، پاچی میخواد از این دایره بیرون بذاره، به یه چیزی برخورد میکنه، میخوای را کشف کنی، میخوای فکر کنی، میخوای سوال کنی، میخوای کشف کنی یه چیزی، میخوری به این دیوار، برمیگردی در داخل زندان. زندانه، زندان تاریکیست این تعصبات و زندانی شدن در این اندیش. این مولانا این همه حز میکنه و این همه رقص میکنه برای چیه؟ چون یه زندانی باهوشی بوده، ظرفیت شکستن زنجیر داشته، اما شهامتش رو نداشته.
تا یک آدم جودیده دورگرد قلندری به نام شمس الحق تبریز شمس الحق تبریزی از خلق چه پرهیزی آمده و یه در واقع سبب شده جرقه این آقا زنجیر پاره که زنجیری که گسیخته از فرط خوشحالی دائم مست بوده. برای چه مولانا مست دائم بوده؟ این حس آزادیش بوده که به دست آورده بوده از اون زنجیر، از اون سیاهچال اسلام و اندیشه های بیمعنی که دائم جز در جا زدن و تکرار چیزی نیست و تقلید چیزی نیست بیرون اومده. اگر نمیشه که یه کسی یه شبه شاعر بشه که این آقا شاعر بوده، پنهان میکرده. زندان اسلام عزیز. بله، با درود بر شما وطنان گرامی. مرحوم مشکاتیان موسیقیدان بزرگی بودن، یعنی از زمانی که ایشون ظاهر شدن به صحنه موسیقی، به صحنه موسیقی در واقع وجودشون، حضورشون تلیه یک نابغه بود در صحنه موسیقی که از دست این آخوندها و این فضا دق کردن. مرحوم مشکاتیان بسیار ناراحت بودن از این وضعیت. همیشه عرض میکنم که در حالت خشم و ناراحتی بود این بزرگوار و در خوابم فوت شد. در روزگاری که میبایستی موسیقی ایران بیشتر از ایشان فیض می‌برد فوت شدن. بله، آقای مشکاتیان، پرویز مشکاتیان. خب برگردیم سر موضوع و این داستان اسارت ما. ما در هر شبت که یک چیزی اینجا این جمهوری اسلامی خبرگزاری پارس چیز کرده است، در واقع یک اعترافی از سپاه پاسداران بر جنایات سال 67 که بله اینها مثل موقعیت جنگی بوده، فرمان حضرت امام بوده، چشم فتنه ما کشتیم. بله میبایستیم میکشتیم و کشتیم، خدا پدرتونه بیامرزه که کشتیم. اون آخرش هم ما رو بی نصیب نگذاشتن و یک مش اباطیل و عراجیف هم بنده و دکتر نقره کار و عرض میکنم یکی دو نفر دیگه که ما در این باب صحبت کردیم گفتن که واقعا فکر میکنم اون چه مهم است این است که اعتراف اینها به کشتار جوانان ایران، این فقط مطلبش مهمه. حالا اون اباطیل و عراجیفی هم که به ما گفتن اصلا اهمیت نداره. و این جنایات فراموش شدنی نیست. بین ملت ایران و این رژیم یک رودخانه از خون توفنده و جوشان در حال حرکتی که هرگز از حرکت نمیسته. اینا گمان نکنن آخونده اوضاع احوال ساکته. به موقعش وقتی اون لحظه‌ای که باید رسید، اون موقع حساب این جنایتکاران رو خواهند رسید مردم ایران. بدین وجه نیست شما جوانان مملکت رو به خاطر عقیده ببرید اونجا سلاخی بکنید. چندین ده هزار فرمان یک آخوند میانمایه پاچه برمالیده. یک مقاله هم میخوندیم از دوست عزیزمون که من ایشون رو باشون مصاحبه خواهم کرد. بعد از اینکه مقالهشون رو نقد کردیم قرار هست که منت بذارن تشریف بیارن در باب حافظ با هم صحبت کنیم. ایشون از قم، ما هم خدمت شما اینجا از دالاس. خب من میخونم از بعض عباراتشون یک بوی خدا نکرده همون حقش بوده بمیره یا حقشون بودن کشته شدن از اینجور صحبت ها که شایسته ایشون نیست. من میخونم
سپاس خدای پاک را و هزاران سپاس او را. عصر این گونه مدعیات بی پشتوانه شرعی و عقلی گذشته است و حتی کودکان قصه تفاوت چاقوی آدم کشان نتیخش را با چاقوی حیات بخش جراحان حاضر به وضوح می دانند. اون چه بیان شد هیاهوی تعصب‌آمیز و تهمت‌آمیز و افترای کورکورانه شیعه و سنی و ایرانی و عرب نیست، بلکه فریاد اعتراض حق‌طلبانه و مستدل انسان مسلمان ایرانی است که هم به انسان بودنش می‌بالد هم به مسلمانیش مفتخر است. ولی تا اونجا که ما فهمیدیم مردم ایران مسلمان نیستن، آقا شیعه استعشری هستن. دلیلش هم این هست که مسلمانان جهان ایرانیان مسلمان نمی‌شناسن، رافضی میشناسن، قزلباش و رافضی. اسلام در دست اهل تسننه، شیعه گری ابداع و اختراع ایرانیه، ربطی هم به اسلام خیلی نداره در مبانیش. بنابراین به مسلمانش افتخار میکنن، خیر به علی ابن ابی طالب افتخار میکنه، این آدم مسلمان ایرانی، و حسین حضرت حسین، فاطمه زهرا، محمد هم خیلی جدی نمیگیره ایرانی، علی خدا را فراموش کرده، علی خداست در ایران. گفت در کارگاه هستی معمار علی بود، خدا بنا بود. به غیر از اینه صبح از بام تا شام نام خدا رو ما بر زبان نمیاریم، ولی یا علی رو دائم میگیم. یعنی چی؟ یعنی که ما علی اللهی هستیم. مسلمان اینه نمیگه، مسلمان در واقع دستش به دامان خدا، همون الله مدینه است. بنابراین این که به مسلمانش افتخار میکنه، شما از قوم تشریف ببری عربستان سعودی که زادگاه اسلام هست، اونجا مردمش هم در واقع نگهبانان حرمین شریفین هستن، بفرمایید من شیعه هستم، ببین با شما چه رفتاری میکنم. خب استدلال مثلا افتخار میکنن، من والا ندیدم مثلا ایرانی افتخاری هم بکنه به این داستان. مصری هم افتخار نمی کنن، مباهات می کنن. و اگر کسی مخالف باشد باید دقیقا توضیح دهد که با کدام یک از عناصر سگانه فوق خصومت هست. از نظر اسلام استفاده از سلاح و قدرت نظامی به منزله آخر دوا و آخرین وسیله برای نگهبانی و حفظ گوهر ایمان و شرافت انسانیت هست. حالا اون شرافت انسانیتی که با قمه دوزای مدینه بخواد سر جاش بده، اون چه شرافتیه؟ آخر و دوا. دوست عزیز خود من تو برق شما مرد فاضلی هستین، گاندی هم گویا میشناسین، آخر غم کشی که نشد. من یه کتاب دارم اینجا، کجا گذاشتمش؟ اینا ها. این کتاب کتاب خیلی مهم است، اسمش هست پیکار سفین. پیکار سفین یه مبرخی در همون روزگار قدیم برداشته و تمام اخبار سفین رو جمع کرده اینجا، تمام جزئیات و اینها. ببینید چه جنایاتی شد اینجا در این سفین. داستانش هم فقط این بود که مولا علی بن ابی طالب علیه السلام تحمل پسر عموش نمی کرد، که این پسر عمو بزرگترین سیاستمداران تاریخ به حساب هست، در حالی که مولا علی کرم الله وجهه کوچکترین استعداد سیاسی نداشت، کوچکترینش نداشته ها. مرد نمازخانی بوده، مرد مؤمنی بوده، مرد دلاور راستگوی بوده، اما اپسیلون سیاست مدار نبوده. پسرش هم بهش میگفت مرتن و تو دو تا کار بلد نیستی، یکی کشورداری، یکی آیین حرب، نه جنگ بلدی. حالا من میخونم برای تو اینا، ببینیم که با قیس چه کرد. من داستانش میگم از بی سیاستی و ساده دلی این مرد.
که اصلا بی خود آمد بر مسند خلافت نشست، چون کار سیاسی بلد نبود این آقا. اول شمشیر میکشید، آخر اول و دوا برای شمشیر بود، شکست که میخورد بعد یه صلح میکرد دیگه. بالاخره مصر فتح شد، عمرو بن عاص خب اومد زیر سیطره اسلام، امشار کرد، اموال مصریا رو غارت کردن آوردن مدینه، دوستان مفخرای مدینه میخوردن. بعد که علی معاویه شد، گاه دست معاویه گاه دست علی، حالا دست علی است. این روزگاری است که حضرت مولای متقیان بر مصر هم حاکمه و یک مرد بزرگی از نجوا و استخونداران در واقع اون عصر به نام قیس بن سعد بن عباده. این سعد بن عباده مهمترین شخصیت مدینه بود که حتی ادعای پیغمبری داشت. حضرت رسول رفتن دکانشون رو تعطیل کردن. مردی بود همیشه کریم، در خونش باز و خدمت میکرد و قیس پسر اوست. حالا این قیس پسر قیس مرد سیاست مداریست بی نظیر و یک جنرال بی نظیر هم هست، قیس ابن سعد ابن عباده. یه محله بودن اونجا خربتا اینجا آمده، اینا گفتن ما در چیز عثمانیم، حالا ما رو فعلا رها کنیم. خب خیلی خب من با شما کاری ندارم. گفت فکر کنیم. خب فکر کنیم. علی مرتب میگه برو اینا رو بکش، با اینا حرف کن. گفت آقا اینا قوم و قبیله دارن، اجازه بدید که ما با اینا با سیاست رفتار کنیم. حالا همه مصر به شما بیعت کرده، این قبیله رو بذاریم باشه تا آرام آرام ما با اینا جنگ نمیتونیم بکنیم، چون اینا قوم و خیش دارن، بلوا میشه. خیلی خب حالا این داشته باشی. قیس نامه می‌نویسه به معاویه که ای معاویه، من به تنها تن خیش تو را کفایت کنم و احتیاجی به علی هم ندارم، میام و اونجا پدرت هم در میارم. معاویه از قیس میترسیده، بیمناک بود از این مرد، میدونست که این چه مرد دلیل و استخوندار مدبری است. این است که یه تدبیری اندیش، گفت من میرم سر منبر میشینم از یک قیس تعریف کردن که آقا این قیس خیلی رفیق خوبی داریم، هر روز برای ما کوزه عسل و طلا و اینا میفرسته که جاسوس های علی برن خبر برن. علی ساده دلی بیچارم باور میکرد قیس رو عوض کرده یه آدم دیورزه اهل لحب و لعبی به نام محمد ابن ابوبکر، پسر ابوبکر برداشته، یعنی مرد دلاوری رو از کاش بکنا کرد، یادم بیورزه گذاشته جاش. حالا من براتون بخونم تا این خلافت مولای متقیان ببینید چرا اون شکلی شد. خب در تاریخ طبری فصلی هست به نام خبر مصر به روزگار علی ابن ابی طالب رضی الله. خب میگوید که عبدالله ابن سعد ابن ابی سهر به مصر امیر بود. این عبدالله ابن سعد ابن ابی سهر کی بود؟ این اولین کاتب قرآن بود البته، بله، و آیات نازل میشه میشه مینوشت. فصیح بود، مرد فصیح بود، اگه خطا نکنم خود سعد بود یا همین عبدالله بود. میگفت که یا رسول الله اینجا رو ما عوض کنیم بهتر نیست این شکلی؟ ایشون هم نگاه میکرد میگفت والا اینجوری بهتره. خیلی خوب آیه بعدی باز این تصحیحش میکرد، میگفت والا اینجوری بهتره. یه روز قلم گذاشت زمین، گفت آقا شما میفرمایید اینا رو جبرئیل بیاره چیشی رو من عوض میکنم، هی میگی بارکلا، پس اینها خودت میگی. و مرتد شو و از جمله کسانی بود که دستور فرمودن که اگر به قفل کعبه آویزون کرده خودشون بکشیدش در محاصره مکه. این برادر رضایی عثمان بود، فرار کرد در منزل عثمان، عثمان شفاعتش خواست، بعد جز عمرای عرب شد و اینا. حالا این اون آدم عبدالله ابن سعد ابن ابی سعد به مصر امیر بود و محمد ابن ابی بکر و محمد ابن ابی حذیفه اندر جمله سپاه وی بودند و این هر دو محمد عثمان را بد گفتندی و مصریان را بر عثمان آقالیدندی، یعنی میشوراندند.
و مصریان به مدینه شدن و محمد ابن ابی بکر با ایشان برفت و محمد ابن ابی حذیفه به مصر بایستاد و مردمان را سوی مدینه میفرستاد. چون خبر آمد که عثمان را به حصار گرفتن اندر مدینه، او تعصب علی همی کرد و عبدالله بن سعد را از مصر بیرون کرد و ایدون دانست که اگر کار به علی رسد مصر به او دهد به دو دهد. علی مصر را به قیس بن سعد بن عباده داد. خب همون مرد بزرگی که خدمت شما عرض کردم، حالا گوش کن. و قیس به مصر شد و عهد برخاند. عهد برخاند یعنی فرمان علی رو برد و اونجا خوند و بیعت کرد. عهد برخاند و مردمان او را مطیع شدند و علی را بیعت کردند و گروهی بودند از بنی کنانه به دهی از مصر نامش خربتا. این بنی کنانه هم قوم بزرگی بودن، بنی کنانه، و در مصر بودن و در اون محل. ایشان عثمانیان بودن. کس فرستادن به قیس که ما تو را فرمان برداریم به خراج، ولیکن ما را بر بیعت لختی زمان ده تا بنگریم که کار علی به چه رسد. گفتن آقا ما در بیعت عثمانیم، به ما فشار نیار، یه قبیله هم بیشتر نیستیم، تا ببینیم این خلافت علی کارش به کجا میرسه. خب قیس ایشان را زمان داد. کار سیاست کار در واقع صلح و صفا و مماشاته، کامپرومایزه. کار سیاست این نیست که به معنی که گفتن قمر برداری شقه کنی مثل مولا. گفت باشه اشکال نداره. زمان داد و گفت اگر اندر همه مصر یک ده بیعت نکند چه زیان دارد. والا همه مصر بیعت کردن با علی، یک قبیله در این محله خربتا حالا بیعت نکنن فعلا، ببینیم چی میشه. خیلی خوب، پس مردی پسر عم قیس نامش مسلمت ابن مخلد از پنهان مردمان را به خون عثمان همی خواند. یکی اومده بود فتنه میکرد که آقا این علی عثمان رو کشته، بایستی بریم انتقام بگیریم. فتنه میکرد. قیس را خبر شد، کس فرستاد و گفت تو پسر عم منی و بر من فساد همی کنی و مردمان را به خون عثمان همی خوانی، ننیک میکنی. مسلمه گفت اکنون تا تو امیر باشی بدین شهر من کس را بیعت نکنم. گفت بسیار خوب، حالا تا شما اینجا امیر هستین من دیگه زبانم میبندم و هیچ کاری نمی کنم، ساکت میشم. خب پس اینم ساکت. پس قیس با این مردمان مدارا کرد و بیعت از ایشان نستد و به مصر بنشست و خراج نخواست، یعنی از اینا نمیگه. پس علی از مدینه به بصره شد و باز کوفه با و باز به کوفه رفت و قیس را به مصر دست باز داشت و معاویه بترسید سخت که مگر از مصر سپاه آید به شام و علی از کوفه و او را با شامیان اندر میان گیرند. پس معاویه نامه کرد به قیس و گفت نزدیک من آی تا با تو نیکویی بسیار کنم. خب پس علی اون در مصر بود، علی هم حرکت کرد اومد به طرف بصره. معاویه وحشت کرد گفت ها حالا اینجا اینا میخوان که دو تا جبهه علیه من باز بکنن. اینا ترسید، یه نامه نوشت به قیس که تو بیا تا من هر کاری بخوای برای تو میکنم. میخواست بهش رشوه بده، نیکویی بسیار کنم. قیس گفت تا بنگرم که چون بود. معاویه دانست که او حیلت میکنه. قیس نمیخواست که با معاویه بیعت بکنه یا خیانت به علی بکنه، میخواست با سیاست کار رو انجام بده. نامه کرد و گفت، معاویه یعنی، نامه کرد و گفت با من مکر و دستان نرود. گفت من معاویه هستم، با من حیله نکن، یا دوست باید بودن یا دشمن. گفت تکلیف با من رو شفاف باش به قول امروزا امروزی ها. قیس نامه کرد به معاویه و او را نومید کرد از خیشتن. معاویه چون از وی نومید شد حیلت کرد و خواست که قیس را بر چشم علی زشت کند تا قیس را از مصر باز خواند. گفت من باید کلکی بزنم که این علی این قیس رو از امارت و حکومت برداره تا من از این میترسم، این مرد لایقیه تا بعد که اینو باز کنم. حالا چیکار کنم؟ و قیس معاویه را نوشته بود
که به هر من تو را بسم، گفت من کافیم که بیام بر تو رو چه ها بچه ها بکنم، به علی هم احتیاج ندارم. علی نباید، یعنی علی هم لازم ندارم. پس معاویه در مجلس پیش مردمان گفتی هر که را دیدی گفتی ما را بهترین یاری قیس بن سعد است امیر مصر، که دوستان ما را چیزی نگوید و یاری کند و از ایشان بیعت نخواهد و هر گاهی نامه به من همی نویسد که پیش تو آیم با سپاه. و معاویه بدان آن خواست که جاسوسان علی خبر سوی ری برند و علی قیس را از مصر باز خواند. می رفت سر بر شبای جمعه می گو آقا الحمدلله خدا من یه رفیق مثل قیس ما داریم، به ما چیز نیز می فرسته، چیزهای طلا می فرسته، رفقای ما رو کاری نداره، به ما نیکی می کنه، به ما پول می فرسته اینها و از این حرفا. جاسوسای علی هم خبر می بودن. حالا ببینیم مبارک چگونه قضاوت کرده در حق علی بیچاره. دیگه تا اونجا که قلمش اجازه میداده به خواننده خواست بگه آقا این چیزی سرش نمیشه بیچاره. میگوید پس جاسوسان این خبر سوی علی بردن. علی مردی بود راست دل و راست اندیشه و ساده. خب این تقبیح یادم سیاست مداره، راست دل و راست اندیشه و ساده. چون این بشنید تهمت قیس اندر دلش افتاد. پس محمد ابن ابی بکر را و عبدالله ابن جعفر را بخوان و با ایشان تدبیر کرد و اون حال قیس بگفت. محمد ابن ابی بکر گفت یا امیرالمومنین، هر کرا که به شک باشی دست بازدار و اون را گیر که به شک نباشی. پس علی رضی الله ترسید که اگر قیس را معذول کند پیش معاویه شود. نامه کرد به قیس که شنیدم که دهیست نامش خربتا و مردمانش به بیعت نیامدن و مسلمت ابن مخلد و معاویه ابن هدج و بسر ابن عطا با ایشانن، تو چرا ایشان را به بیعت از بیعت دست باز داشتی؟ باید که ایشان را به بیعت خوانی و اگر بیعت نکنن با ایشان حرب کنی. او گفت بابا اینا فعلا ما باشون آقا آرامش دفتار کنیم چی میشه، میگم برو بیعت بگیر، اگه نگیر بینم بکششون، در واقع حرب کن با اینا. خیلی خوب. پس قیس علی را نامه کرد و گفت این مردمان را خیشان هندن در مصر و هواخواه بسیار و اکنون حرب نتوان کردن و ایشان را نباید جنبانیدن که ترسم که ما را دل مشغول دارند از حرب دشمن، یعنی ما مشغول اینا بشیم از معاویه غافل بشیم. و چون نامه قیس روی علی آمد تهمتش بر قیس درست شد. گفت این خائنه، تمام شد. و محمد ابن ابی بکر و عبدالله ابن جعفر گفتن یا امیرالمومنین، قیس به دیشان میل دارد، او را باز کن و محمد ابن ابی بکر را بفرست تا تو را از کار مصر بیغم کند. علی قیس را از مصر باز کرد، یعنی هیله معاویه کارگر شد. این مرد بزرگی را از حکومت معزول کرد، یک بیعرضه احمقی رو فرستاد که امر آس نرسیده گرفتش کردش تو شکم الاغ و آتیشش زد. قیس اونجا بود، امر آس جرئت نمی‌کرد اونجا بره. خیلی خوب، محمد ابن ابی بکر به مصر فرستاد و حیلت معاویه راست آمد. حالا میره چیکار میکنه؟ محمد چون به مصر شد مردمان خربتا را گفت بیعت کنید. گفتن شتاب مکن تا بنگریم که این کار چگونه بود. محمد گفت یا بیعت کنید یا از ده بیرون دارید. و مردی را با سپاه به دیشون فرستاد، نامش ابن مزاحم، او را هزیمت کردن. سرلشکر فرستاد زدن شکستش داد و ابن مزاحم کشته شد. و مردی دیگر با سپاه به دیشون فرستاد، نامش کنانه، سپاه او را هم هزیمت کردن و کنانه را نیز بکشتن. پس قیس میدونست داره چیکار میکنه. و محمد نامه کرد علی را و گفت ایشان دو سپاه مرا هزیمت کردن و ایشان را اندر مصر شیعت بسیار شده است. خب طرفدار خیلی دارن، همونطوری که قیس میگفت. بله، ترسم که مصریان بر من نیایند. علی گفت ایشان را مجامان تا تدبیر ایشان به آسانی بکنم، که همان است که قیس گفت. تازه حالا دوریالی مولای متقیان افتاد که اون بابا راست میگفته. محمد ایشون را دست بازاش و از ایشان بر حذر همی بود. بعد از دو تا شکست و کشتن دو تا سرلشکر، این سیاستش بود، لنگر زمین آسمان. خب حالا میرسیم سر
به به به. از نظر اسلام استفاده از سلاح و قدرت نظامی به منزله آخر الدواء و آخرین وسیله برای نگهبانی و حفظ گوهر ایمان و شرافت انسانیت است. به همه تحسین و بزرگ داشت دین و اولیای معزز دین از مجاهدان و مبارزان سزاوار کسانی است که نگهبانان و مدافعان چنان گوهر رخشانی بوده باشند، نه آنان که از سر گشاد شیپور در آن میدمند و همچون اون ساده لوح که شنیده بود نوشیدن یک مشت آب از خزینه به هنگام استحمام مستحب است، هنگام ورود به خزینه مشتی از آب عفن و لجن‌آلود را برای کسب ثواب می نوشید. اما هیچگاه به عقل ناقصش نمی رسید که منظور از اون سخن لزوم پاکیزگی آب حمام به اندازه آب قابل نوشیدن است، نه برعکس. اگر شمشیر کشی و خشونت و کشتار جز در اون چه فوقاً گفته شد ارزش می داشت، عرازل منفوری همچون محمود غزنوی یا تیمور یا خواجه تاجدار قجر که از قضا ادعای اسلام پناهی داشتند، از انسان‌های محتشمی مانند مهاتما گاندی تعمد دارم شخصی را خارج از حوزه اسلام نمونه بیاورم. باید به خصوص نزد مسلمین احترام و شأن و عزت بیشتری می‌داشتند و خوش آمد. من می‌خوام به شما توضیح بدم هموطن گرامی که در حوزه اسلام از زمینه اسلام هرگز مطلقاً و ابداً آدمی مثل مهاتما گاندی نه بلند شده نه بلند خواهد شد، امکان نداره. از اسلام نهایتاً میشه سید جمال اسدآبادی، از اسلام نهایتاً میشه روح الله خمینی، از اسلام نهایتاً میشه علی خامنه ای. گاندی هم از اسلام ظرفیتش نداره آقا، این خربوزه گرگاب فقط در گرگابه که عمل میاد، تخمش بیار لس آنجلس یه چیز هشل هفی در میاد. زمینه فکری و فلسفی بایستی باشه تا گاندی و نهرو بیرون بیاد. دوست عزیز 30 سال جهان گرفتار تروریسم و آدم کشی و بمبگذاری و کشتن مردم بیگناه هست. از زن آمد شما یه آیت الله العظما دیدی یک اطلاعیه بده که این کار غلطه؟ خب این اسلامه دیگه، قربونت برم. دنبال کجای اسلام؟ شاید شما یه قرائتی داری که ما نمیشناسیم. قرآن کریم هم که هست آقا، 538 آیه تحریض و قتل و کشتار، چیز خوب هم درش هست البته. خب بعد اینجا نوشتند که دیدیم که بنابر ادله عقلی و نقلی نه پیامبر عداوتی نسبت به ایرانیان و غیر ایرانیان داشته و نه سخنان منسوب به ایشان مجوز فاجعه آفرین قادسیه و جلولا و نهاوند بوده است، گرچه شواهدی هست که پیامبر در برخورد با سلمان فارسی و در موارد دیگر از جمله توزیع آیاتی از قرآن نسبت به اهالی ایران اظهار محبت نمودند. مثلا کسانی التفات خاص ایشان به ایرانیان را در سند قوی نمیدانند. حالا اینا حالا یه تیکه دیگه اینجا میخونم خدمت. نخست این که میگه اما این که آیا حمله اعراب به ایران مطابق ضوابط آیین اسلام بوده است یا خیر، مقدمتا یکی دو نکته را باید روشن کرد. نخست این که پس از رحلت پیامبر که به سبب پدید آمدن دو نگرشی شد که تا به امروز به تشیع و تسنن مشهور شده. کارگردانی و رهبری اصلی اهل تسنن به دست عمر بن خطاب افتاد، گرچه به حسب ظاهر نخست ابوبکر و پس از او عمر متصدی امر خلافت شد. یعنی چی به حسب ظاهر؟ مگه باطنی هم داشت و دوست محترم؟ بعد از محمد به سفارش ایشان شیخ کبیر، شیخ مسن، مرد دانا، آدم درست حسابی ابوبکر بود دیگه. به حسب ظاهر یعنی چی؟ خب خلیفه بود دیگه. خب و از همان آغاز حکومت ابوبکر هم در مدینه به هم نقاطی حجاز نغمه های گوناگون مخالفت با حکومت بلند شد. نه عزیزم اینجور نیست. بعد از رحلت رسول مردم عرب بادیه از اسلام برگشتن، مرتد شدن به قول اصطلاح اسلام، از همین منطقه جنوب عربستان، جنوب در واقع نزدیک خلیج فارس، یمن تا
تا اون طرف نزدیک دریا سو بود آقا ما به دین اجدادیمون برمیگرد. مخالف دولت حکومت و اینا نبود، اینا گفتن آقا ما نمیخوایم اسلام. بله شدن خیلی خوب که با اعزام سپاه و جنگ و برخورد حکومت به طور نسبی موفق به خاموش کردن صدای مخالفان و استقرار قدرت خود. یعنی ایشون طوری نوشته که خیال میکنن مردم مثلا علیه ابوبکر، نه آقا از اسلام برگشتن. ایشون هم خالد ابن ولید رو فرستاد قتل عام کردن، قتل عام عربای بیچاره رو قتل عام کردن. خب ولی سیاستمداران و حاکم به درستی فهمیده بودن که چنانچه مسلمانان مشغول نداشته باشن ممکن است مزاحمت‌های گاه و بیگاه مطالبات درستانشان به ویژه کمبود آذوقه و تنگی معیشت مردم برای حکومت مشکل آفرین باشد. بنابراین باید چاره‌ای می‌اندیشیدند و بهترین راهکار چنین به نظر می‌رسید که سپاهیان مسلمان عازم جبهه‌های نبرد با کفار به منظور گسترش اسلام و کسب غنیمت و به دست آوردن پیروزی دنیوی یا اجر اخروی شوند. خدا پدرت می بیامرزه. خب بعد اینجا داستان هاست دوباره. بله حالا یه تیکه هم اینجا نوشتن من می خونم، این دیگه خیلی کلیشه است. اون چه مهم است انسانیت و آزادی و سعادت مردم جهان است که دین مبین اسلام هم برای پاسداشت آن آمده و بعثت پیامبرش برای اکمال و اتمام مکارم اخلاقی بوده است. نه سبوعیت و درندخویی و آزار خلق خدا به نام دین اسلام بود. حالا کدوم اخلاق کدوم سعادت؟ من نفهم این سعادتی که ما بچه بودیم مدرسه می رفتیم می گفتن اسلام سعادت دنیا و آخرت، ما نفهمیم این سعادتش کی قراره پس بیاد دیگه. کوی کسی به من مملکت ما البته اومده، ما به سعادت رسیدیم الحمدلله در دنیا. چه سعادتیه دوست عزیز من؟ در قدم اول اسلام میگه 50% جامعه انسانی جز بشر نیست و اون زنه. دستور روسپیگری محترمانه برای زنها معلوم کرد، زن باید برای شوهر خودش رو آماده کند حتی بر پشت بانو بر پالان شطور. اینم شخصیتی که برای زن قائل شد. کدوم سعادت؟ چه سعادتی؟ اصلا اخلاق اسلامی معلوم نیست چی هست. من میتونم به شما بگم اخلاق کنفوسیوسی چی هست، اخلاق بودایی چی هست میتونم بگم، اما اخلاق اسلامی رو من نفهمیدم. شما میتونید 500 نفر رو گرسنه و تشنه سر ببرید همون مولای متقیان هم باشه. آقا تقوا معنی داره، بارها گفتم خدمتتون. کدوم سعادت دنیوی و اخروی؟ سعادت دنیوی و اخروی زمانی بود که مردم آزاد زندگی میذاشتن به طور طبیعی تاریخ پیش میره. سعادت دنیوی و اخروی چیه؟ این حرفا کلیه عزیزم. آخه سعادت دنیوی و اخروی بیاد به من توضیح بدی ببینیم اخروی یعنی چی. آقا یکی زیاد به من میگه اخروی یعنی چی، یه تجربه از اخروی به من نشون بده. اینا دیگه در نثر نویسی آدم جدید انسان مدرن دیگه اخروی نمیگه. اگه بخواد بحث علمی بکنه، اگر نه که خب شهر شلحلحون و محله کلحلحون مجلسی میگه در بهش، از کتابش هم دارم اینجا. اینا دیگه اون موقع باره بوله دیگری میشه. اگه ما بحث تاریخی مستدل منطقی علمی جدید بکنیم، سعادت اخروی جاش در این تاریخ و این حرفا خلاصه نیست. این هم از این عرض میشود خدمت شما که از دوست عزیزم جناب نخعی بزرگوار در قم زحمت کشید و به این خوبی مطالب تایپ کردن و فرستادن سپاسگزارم و ما با ایشون تماس خواهم گرفت من و با ایشون مصاحبه خواهیم کرد در باب حافظ. ایشون می‌فرمایند که نظر من با شما کاملا مخالفه و این حافظی آدم اسلامی 100% بوده و
و حرفاش اسلامی، اندیشش اسلامی و از این حرفا. گفتیم خیلی خوب، اینم نظر شماست، حتما دلایلی هم دارید، ما نظر داریم که نیست اینطور. این است که با هم یه بحثی در این باب حتما خواهیم کرد. من امروز میخواستم خطها رو باز بکنم و به هموطنان گوش کنیم. یه چند دقیقه وقت داریم، اگر که شما مرحمت میکنید زنگ بزنید، اگر سوالی هست، حرفی هست، پیشنهادی هست، که ما اینجا متکلم بحثه نباشیم، ما فقط حرف بزنیم، شما گوش کنیم مثل آقای علی خامنه‌ای. این است که چقدر وقت داریم عزیزم؟ سوا جان سفتری، 4 دقیقه وقت داریم، یکی دو نفر میتونیم جواب بدیم. شما تلفن هم اعلام کنین، شاید با یکی دو نفر. بفرمایید دوست عزیز. الو الو الو، ایشون پشیمون شد. بله، خیلی خوب هست که بعضی اوقات ما با هم صحبت کنیم. شما ممکنه مطلبی داشته باشید که هموطنان سود ببرن، ممکنه ایراد منطقی و درستی به مخلص داشته باشید که بنده رو به راه بیارید. عرض می شود که و خیلی چیزها هست در گفتگوهاست که ما می توانیم بیشتر به حقایق امور پی ببریم. هر ذهنیتی دارای یک خردی است و همه چیز رو همگان دانند، همه چیز رو همگان دانند. تا اینجا که ما شناختیم، بفرما قربان. الو، بفرما عزیزم. بله بله جانم، بفرمایید. شما نه تنها با مشیری صحبت میکنید، با همه هموطنان صحبت و صداتون هم پخش میشه. بفرمایید، منم والیوم میبرم بالا. بفرمایید. باشه آقای مشیری. جانم بگو عزیزم. می‌خواستم الان که این اجلاس سران غیر متعدده هستش و این سپاه پاسداران حافظ نگهبانی از شهر تهرانه، یه مسئله راجع به این پاسدارا بگم که چون از نزدیک یکی از اینها رو میشناختم به نام محسن کافر که لقب کافر داره و تیر خلاص که بود که زمان انقلاب، اون اوایل انقلاب تیر خلاص، حتی تیر خلاص میزد. این کسی بود که خودش کشای تهران بود و الان چند شب قبلم در تلویزیون اندیشه داشتم که راجع به این سازمان اطلاعات سید امامی بود چجوری از اونو بازجویی میکردن و راجع به کالیپ اندام بدنشون میپرسیدن و میگفتن انگشتت کجای زنت بوده. این بلا به طوریه که سر خود اونها هم خواهد اومد. یه روزی این افراد که نامش رو بردم همین بلا سرشون خواهد اومد. خیلی تشکر میکنم. بله که واقعا خیلی ممنون عزیزم، متشکرم. بله میدونید که برای این تجمع که این آخوندها میخوان بگن که ما ایزوله نیستیم، ما هم برای خودمون کر و فر داریم، اونجا کرده مرکز تجمع کشورهای غیر متعهد، که اینا کسانی بودن که در اون روزگار دو قطبی شدن جهان گفتن ما نجوز این نجوز آن، این کشورهای جهان سوم اینا که گویا ریاستش با مصر بوده، این رئیس جمهور مصر گفته است من 400 بیشتر نمیام، میام این چیز رو تحویل میدم به احمدی نژاد و میرم. 3 روز 4 روز 4 روز مملکت به کل تعطیل، به کل تعطیل، چون از مردم میترسم. آقا از مردم یه کسی یه نامی داشته باشه، یه حاجی بازار باشه، مؤمنی باشه که مردم بهش احترام دارن، شب میبرن خاکش میکنن. آقا شب میبرن. این ستمکاری و این جهالت و این زور تحمل نکردنیه. من نمیدونم ما چونی داریم تحمل میکنیم. تهران تعطیل شد، مملکت کاریم، تمام کار مردم تعطیل شده در این چند روز که چند نفر بردن اونجا که بگوین که بله انا رجل کشورهای غیر متعهد. مملکت چرا تعطیل میکنیم؟ خب وقتی که تعطیلی میدن مردم چیکار میکنن؟ سوار ماشینا میشن به طرف شمال، این طرف و طرف تهران خلوت میکنن، در خطر یک ازدحامی، یک اعتراضی، یک چیزی کمتر میشه.
وقت ما هموطنان گرامی در اینجا به پایان رسید. یکی از این روزها از همون ابتدا همه وقت رو در واقع میگذاریم برای اینکه شما بزرگواران زنگ بزنید با هم صحبت کنید و تا فردا از شما بزرگواران خداحافظی میکنم. فقط تلفن آقای عرسی رو در باب مسائل اقوام ایران از بلوچستان بگیرید تا کردستان، آذربایجان و جاهای دیگر به این دوست گرامی زنگ بزنید 972-757-2700. چون یک طرح چندین طرح خائنانه هست، یکی این تلویزیونی که در شیکاگو هست که میخواد آذربایجان جدا کنه و از برای عرس رهبری میشه، متاسفانه اسمش هم یادم رفت، اسمش هم تو عرسی پرسیدن، گوناس تیوی هم چی چیزی که این دوست، این مرد محترم، این آقای جناب آقای دکتر هیئت خیلی مرد محترم و شریفی است، اما ذهن من نمیدونم کجاست که پیرانه سر و عوضی که در اندیشه عدالت، در اندیشه آزادی و تعالی مملکت باشه، حالا میخواد آذربایجان جدا وارلیخ منتشر میکنه، گوناس تیوی درست میکنه در شیکاگو. ما به ما هم به طور روزمره شنیدم یه چیزایی میگوین. من شنیدم یک اطلاعی دانشجویان تبریز منتشر کردن که ما این گوناس تیوی حالا هرچه هست مشتی به دهانش میزنیم که اینها راه خیانت پیش گرفتن و ما مردم آذربایجان فریب این عرض میکنم قضایایی که طراحی از برای ایران هست رو نمیپذیریم. من خیلی خوب شما خودم اطلاعیه رو ندیدم. خب هموطنان با سپاس از شما، صفای صفدری دوست هنرمند ما در اتاق فرمان و همه همزبانان هر جایی هستید به شما درود میفرستم و پدرود میگم تا برنامه دیگر. درود بر شما، جاوید ایران زمین.